و برای جزئیات بیشتر همراه میشیم با توماج تاهباز در تایلند، خبرنگارمون در شرق آسیا. توماج، از این دفتر همکاری چه جزئیات بیشتری داری برامون بگی؟ بنا بر گزارشی که نشریه بسیار معتبر نیکی در ژاپن، یکی از مهمترین و معتبرترین نشریات آسیایی، منتشر کرده، هم مقامات خود پیمان آتلانتیک ژاپن، پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و هم مقامات ژاپنی این گزارش رو تایید کردند. ایده‌اش ظاهرا در نشست فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن و همینطور دبیر کل ناتو در ژانویه که در توکیو برگزار شد اساسا شکل گرفت. دو هفته پیش هم یک پیشنویسی بین اعضای ناتو چرخیده بود که اساسا مربوط میشد به همین در واقع دفتر همکاری. بنابراین پیشنویسی که دیده شده از سوی نیکی و نشریات ژاپنی، این قرار یک دفتر تک نفره باشه در توکیو. البته معلوم نیست دولت ژاپن اون رو در اختیار ناتو قرار خواهد داد یا خود به اصطلاح پیمان اون رو اجاره خواهد کرد. مشابه این دفتر البته اولین بار نیست، جاهای دیگه هم وجود داره، مثل سازمان ملل متحد، مثل کویت، بوسنی، گرجستان، اوکراین. ولی اگر این دفتر در ژاپن در توکیو باز بشه، اولین بار اساساً در شرق آسیا هستش و در منطقه آسیا پاسیفیک که همچین دفتری شکل میگیره. و اگر خود دولت ژاپن این دفتر رو رسماً در اختیار پیمان آتلانتیک شمالی قرار بده، اون موقع یک به اصطلاح یک نشانه بسیار نمادین هم خواهد بود در همکاری‌های رو به گسترش بین ناتو و متحدانش در اقیانوس، در آسیا و اقیانوس آرام، به ویژه ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند. همونطور که به خاطر دانی سال پیش اساساً سران این چهار کشور هم به طور بی سابقه برای اولین بار در نشست پیمان آتلانتیک شمالی حضور داشتند و انتظار میره در نشستی که قراره در ماه ژوئیه در لیتوانی برگزار بشه هم اونها حاضر خواهند بود. احتمال داره که در اون نشست بخش بیشتر یا به اصطلاح اطلاعات بیشتری در مورد این دفتر داشته باشیم و اساساً قطعی بشه بازگشایی این دفتر. خود آقای استولتنبرگ هم باز به خاطر داریم که در زمستان در ماه ژانویه هم به سئول سفر کرد، هم به توکیو، اونجا با فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن و همینطور یون ساگیال رئیس جمهوری کره جنوبی دیدار کرد. هرچند پیمان آتلانتیک شمالی در واقع رو به همکاری‌هاش رو قرار گسترش بده و احتمالاً هم این دفتر بنابر اون چیزی که نیکی گفته هدفش حملات سایبری، مقابله با جنگ اطلاعات، در واقع آماده شدن برای فناوری‌های نوین هست، اما تردیدی تقریباً وجود نداره که این همکاری‌ها یک هدف عمده داره و اون هم چین هست. بسیاری از تحلیلگران در منطقه‌ای که من هستم میگن که جنگ اوکراین به طور مشخص رویکرد پیمان آتلانتیک شمالی در قبال چین رو تغییر داده، به خصوص که میدونیم آقای شی جین پینگ رهبر چین ابایی نداره از اینکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رو یکی از نزدیکترین متحدان و حتی دوستان خود بدونه. آقای شی اخیراً به مسکو هم سفر کرده. البته چین در تلاش هست تا با رابطه‌ای که با اوکراین داره، بنا به اون چیزی که خود بیجینگ میگه، در واقع تلاش میکنه تا به جنگ در بین روسیه و اوکراین پایان بده، اما خب واقعیت اینجاست که چین بسیار نزدیکتر هست به روسیه تا به اوکراین. اما از طرف دیگه گروهی هم معتقدن که اساساً همکاری‌های رو به افزایش ناتو و متحدان آسیاییش و همینطور استرالیا و نیوزیلند یک هدف دیگه هم داره و اون هم مهار چین هست، کشوری که به طور مشخصی داره تبدیل میشه به قدرت اقتصادی و البته یک قدرت بزرگ نظامی و سیاسی در منطقه و جهان. توماج، خیلی ممنونم از همراهی و توضیحاتت.